سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بی‌نهایت خوش اومدید. توی قسمت میخوام برم سراغ بررسی ریشه های معادله بدون حل معادله، بدون حل معادله با استفاده از دلتا و تجزیه و هر نکته دیگه که مد نظر خودت هست. ببین دوست من، توی هر معادله درجه دوم به فرم ax2 به علاوه به x به علاوه c برابر با 0، من میدونم که جمع دو تا ریشه که با حرف s نشون میدادیم برابر بود با منهای b به روی a، و ضرب دو تا ریشه که با حرف p نشون میدادیم برابر بود با c به روی a. چه حالتهایی برای من پیش میاد؟ اگر که دو تا ریشه مثبت داشته باشم، اون وقت چه چیزهایی میتونم نتیجه گیری کنم؟ میگم آقا با توجه به اینکه شما دو تا ریشه داشتی، پس حتما دلتای عبارتت بزرگتر از صفر بوده. چرا دلتا بزرگتر از صفر؟ چون دو تا ریشه داشتیم. در ضمن شما هر دو تا ریشه معادلت مثبت بوده، پس جمع دو تا ریشه شما قطعا بزرگتر از صفر خواهد بود، چون جمع دو تا عدد مثبت معلومه که یه عدد مثبتی میشه. در ضمن ضرب ریشه های معادله که با حرف پی نشون میدیم هم بزرگتر از صفر میشه. چرا؟ چون ضرب دو تا عدد مثبت هم برابر با یه عدد مثبت خواهد بود. پس اگر معادله من دو تا ریشه مثبت داشته باشه، سریعا سه تا شرط ایجاد میشه: دلتا بزرگتر از صفر، اس بزرگتر از صفر، پی بزرگتر از صفر. اما اگر معادله من دو تا ریشه منفی داشته باشه، دوباره میگم مگه شما دو تا ریشه نداری؟ خب وقتی دو تا ریشه داشته باشی حتما دلتات بزرگتر از صفره. اصلا غیر ممکنه که دو تا ریشه داشته باشی و دلتا چیزی بجز بزرگتر از صفر باشه. خب حالا که هر دو تا ریشه معادله من منفی بوده، پس قطعا جمع دو تا ریشه من کوچکتر از صفر میشود، چون جمع دو تا عدد منفی قطعا یه عدد منفیه و کوچکتر از صفر. اما در رابطه با ضرب به صورت قاطعانه میتونم بگم بزرگتر از صفره، چون ضرب دو تا عدد منفی برابر با یک عدد مثبت خواهد بود. اون طرف دیگه داستان، اگر یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی داشته باشم، اون وقت مجددا با توجه به اینکه دو تا ریشه دارم حتما باید دلتای عبارتم بزرگتر از صفر بشه. یه ریشه من بوده مثبت، یه ریشه من بوده منفی، الان جمع دو تا ریشه معادله من مثبت میشه یا منفی میشه؟ آقا ما نمیتونیم اظهار نظری کنیم، بستگی داره به اینکه اون ریشه بزرگتر مثبت باشه یا اون ریشه بزرگتر منفی باشه. پس در نتیجه در رابطه با اس هیچ اظهار نظری وجود نداره و خطش خالیه. اما در رابطه با پی به راحتی میتونم اظهار نظر کنم. میگم آقا یه ریشه مثبت، یه ریشه منفی، ضرب مثبت در منفی میشود منفی، پس حتما پی عزیز باید کوچکتر از صفر باشه. با توجه به این سه تا نکته خیلی آسون که اصلا شما میدونین، اسمشو نمیتونم حتی نکته بذارم، هر سال توی کنکور یه تست داره تر میشه از پایه 11، یه تست خیلی خوشگل با توجه به وضعیت ریشا. یه سوال آسوم هم گل کنیم و توی ویدیوهای بعدی مثالهای خیلی جامعتر و تستهای خیلی شیکتر رو قرار با هم گل کنیم. سوال آسونمون که از قلمچی 94 در نظر گرفته شده و فقط جنبه آموزشی داره چیه؟ گفته در صورتی که منحنی 2x2 به علاوه ax به علاوه a منهای 3 دوم محور x ها را در طرفین محور y ها قطع کند، آنگاه حدود تغییرات آ برابر با چی میشه؟ وقتی میگه محور x ها را در طرفین محور y ها قطع کنه، یعنی یه ریشه مثبت داشته باشم و یک ریشه منفی داشته باشم. یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی شرط هاش چی بود؟ چون دو تا ریشه دارم حتما باید دلتای عبارتم بزرگتر از صفر باشه. در رابطه با S هیچ اظهار نظری نمی کردیم و اما باید حتما پی من کوچکتر از صفر باشه. خب در رابطه با P فرمول P بود C به روی A، پس M پس A منهای 3 دوم به روی 2 باید کوچکتر از صفر باشه، یعنی A منهای 3 دوم باید کوچکتر از صفر باشه و حتما A من باید کوچکتر از 3 دوم باشد. همین الان تمامی گزینه هایی که آشون کوچکتر از 3 دوم نیست غلطن. گزینه بررسی کنیم. اوه اوه، این که بزرگتر از 6 100 درصد غلطه. این گفته بین 2 تا 6، این هم که قطعا غلطه با توجه به اینکه حتما باید کوچکتر از 3 دوم باشه. اصلا
دو سه و چهار اینا نمیتونه بشه. گزینه شماره چهار گفته بزرگتر از سه دوم، این هم 100% غلطه. من باید هم شرط دلتا بررسی کنم و هم شرط پی، ولی به اندازه گزینه ها آسون طراحی شده بودن که اصلا احتیاج نبود برم سراغ شرط دلتا. سه تا گزینه به راحتی حذف شد و جواب صحیح توی این سوال برابر شد با گزینه سه. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این کلاس براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.